بسیار خوب دوستان، میخوام وارد پلاگین ها بشم مجدد، اما برای همین سایت فارسی ببینیم چه میتونیم بکنیم. یه پلاگینی هست به نام درونیون، یکی هم هست ادشیر. میخوام درس بدم. اول میریم سراغ ادشیر. در قسمت پیشخوان یا همون چی بهش میگم داشبورد، یه قسمتی داریم به نام افزونه ها، منظور پلاگین هاست. نصب شده ها رو که بیاری، پلاگین های نصب شده رو به نشون میده. ولی اینو در نظر بگیر، پلاگین خیلی قدرت وردپرس رو زیاد میکنه، اما سایتتون آروم آروم کندم میکنه. پس هی از پلاگین استفاده کردن جالب نیست. دو، پلاگین ها خیلی هاشون پولی هست، نصف امکاناتشون مجانی هست. این نظر بگیرید. سه، پلاگین ها هرچی قدیمی میشن با قابلیت های جدید همخوانی ندارن، خیلی قدیمی هاشو نصب نکن. یه پلاگین خیلی مهم و معروف هست به نام اکسمت. این پلاگین برای امنیت کامنت هایی که ملت براتون میذارن. بعضی ها میان کرم میریزن دیگه، ویروس مینویسن، هی بیاد تو قسمت کامنت شما تبلیغ بذاره، چیزای مختلف بنویسه یا ربات بهش بده. این جلو اونا رو میگیره، ولی متاسفانه این پولیه. فعالش هم که بکنید با پول کار میکنه، مجانی نیست. ولی خب خیلی خوبه، چون کلا وردپرس نرم افزاره یا داستانش برای بلاگ نویسی است، برای انتشار وبلاگ کلا میگم هم چیز خیلی مفیده. ولی خب من وظیفه داشتم بهتون میگم. حالا میخوایم بهش پلاگین اضافه کنیم، افزودن رو میزنیم اینجا، اینجا میزنیم. پلاگینی که میخوام براتون نصب کنم اسمش هست ادشیر. برای اینکه سایتتون رو بتونید در شبکه‌های اجتماعی معرفی کنید، اینجا محبوب‌ها هست، یعنی پلاگین‌هایی که خیلی مورد استفاده و تایید. ببینید مثلا 291 نفر اینو نصب کردن و امتیازش 4.5. سه روز قبلا به روز رسانی شده. خب این شرایط خوبی داره نسبتا. ولی اونی که مثلا 1080 نفر نصبش کرده، این خیلی شرایطش بهتره. هستن اونایی که مثلا 2 نفر نصبشون کردن، مثلا 89 نفر، شرایط خوبی نداره. یعنی آمار خوب و بد بودن نسبت به تعداد نصب مطرح، تعداد نصب هم اینجاست. ریت هم مهمه، چقدر امتیاز داده. شما الان نصب میتونی امتیاز داره. ریت زیر 4 رو که نباید نصب. خیلی هم قدیمی ها رو نصب نکن. حالا آل چی بود؟ آل شی سرچ میکنیم، به اینترنت وصلیم، وردپرس اینو میاره. ببینید این یه نفر نصب کرده خیلی راضی بوده، به درد ما نمیخوره. 58 نفر 4 تا، 3 نفر راضی بودن، 2 نفر، 1 نفر، 500 فلان. بگیریم یه دونه‌شو پیدا کنیم که خوب باشه. ببین اینو، پنج و هشت نفریه رو نصب کنیم. موافقی؟ اینو موافق. جزئیاتشو بخونیم. دوازده ماه قبل، یک سال قبل به روز رسانی شده. ستاره هایی که بهش دادن بر این اساسه. بد نیست. چاره دیگه، نصبش بود. آل شیر هم البته من پیدا نکردم. اگر این باشه که یه نفر نصبش کرده،
در حال نصب این پلاگین هستیم روی وردپرسمون روی هارد دیسک. با موفقیت نصب شد، فعالش میکنم. اگر فعال بشه بالاخره یه جایی تو سایتتون میاد توی ببخشید توی کنترل پنل یه جایی میاد یه چیزی میذاره. ببین اینه، هر وقت هم خواستی میتونی غیر فعالش کنی. حالا بریم ببینیم کجاست. مثلا ببینیم اینجا هست، بعضی موقع اینجا اضافه میشه. بله ببین اینجاست، اینو من کوچیک کنم شما ببینید. ببین اینجا تو قسمت تنظیمات اینجا گذاشتتش، این قیافش. چقدرم دم و دست کدر. اوکی، خب میخوایم اینو به سایتمون اضافه کنیم. میگه که کدومو میخوای؟ میخوای اینو بذارم همش رو؟ میخوای اینو بذارم؟ میخوای اینو بذارم؟ من همین اینو انتخاب میکنم. اینجا پیش نمایش بهتون نشون میدم. اینجا سایزش میگه چقدر باشه. اگه بگی اسمال میشه اینقدر، بیگ میشه اینقدر، میدیوم میشه اینقدر. ما میگیم میدیوم. زبونش ببینیم فارسی داره، ترکی، چک، چاینیز، مالزی، بوسنی، لهستان، اسلوونی، آفریقایی، ایرلندی، رومانیایی، استونی، کرواسی، سرب، نروژ، سوئد، آلمانی، دنیش، دانمارکی، اندونزی، روسیه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا. قربونش بشم نداره دیگه، ایران اصلا تو بازی نیست. خب میگه که میخوای یه تصویر به خصوصی رو اینجا نشون بدی مثلا فلان، یا اینکه میخوای لنگویجش رو نشون بدی. نه حالا این باش. میاد اینجا میگه اونایی که میخوای تیک بزن. توییتر، فیسبوک، گوگل پلاس نمیخوام، پینترست نمیخوام، لینکدین میخوام، اینو نمیخوام، اینم نمیخوام، اینم نمیخوام، اینم نمیخوام، اینم نمیخوام، اینم نمیخوام، اینو میخوام، اینم میخوام. یا ببین چی شد ایناش. البته گوگل پلاس که بذاریم یوتیوب و اینا هم شامل میشه دیگه، چون میره به گوگل پلاس واسه اینم میشه. پوزیشن پایین سایت باشه، بالای سایت باشه، پایین و بالا هر دو باشه. حالا گفتیم پایین شامل چه قسمت هایی بشه از سایت، یعنی کجاها بیاد، پست و پیج و فرانت پیج و فلان و فلان. حالا میذارم اینا رو دست نمیزنم، اینا رو من دیگه دست نمیزنم تو مرحله بعد توضیح. من سیو میکنم این پایین و سایتم رو آپلود آپدیت. وقتی میای پایین میبینی که اینجا پایین هر مطلبی اینو گذاشته و شما میتونی همین الان این صفحه منو بفرستی تو فیسبوک خودت، یعنی وقتی سایت منو میخونی برای دیگران بفرستیش. خیلی خوبه، خیلی ارزش داره. البته من تو نرم افزارهای دیگه مثل میوز و اینا هم همین آموزش دادم. یا مثلا وقتی میری توی قسمت پست ها مثلا اینجا گذاشته پایین. خب برگردیم اینجا، اینجا میتونیم بگیم الان هم تو پست، هم توی صفحات. صفحه خیلی شاید جالب نباشه، دیگه من میگم پیجا رو نذار، پستا باشه. بعد اینجا میگه کسایی که مثلا مقاله میگن آرشیو اونجا چی باشه، حالش کنه اکسپت ها، اون جایی که خلاصه سازی شده چی، مثلا دو خط سه خط نوشته شده برای پستاس این دیگه. اینجا میگیم نه، یا باشه چه اشکال داره. سرچ پیج چی، صفحه جستجو چی، باشه باشه اوکی. بعد اینجا میتونی بگید، میگه این پستا رو داری، میگه کدوماشو میخوای براش نذارم. میتونی بگی اینجا هم حالا باید اطلاع دی. میگه مثلا خواستی اطلاعات خودت باهاش بره چی، مثلا توییترت. خب من اینجا توییتر هم میگم اینه دیگه،
بعد اینجا میگه که اگر بخوای روی توییتر اینجوری، اگر بخوای برای فیسبوک باشه، هدر ایمیج باشه، مثلا چه قسمت از پست بره. شما میتونی بگی که این فیچر ایمیج هنوز بهتون درس ندادم، شاید مثلا هدر ایمیج باشه، مثلا هر پست یا هر صفحه که میفرستی چه عکسش باشه. میتونی بگی، میتونی بگی با عکس اصلا نره. اینجا میتونی بگی که اگه عکسی تو صفحه بود بره یا نه. من فکر میکنم باید بزنیم رو هدر ایمیج و یه چکم میکنیم با هم، تست میکنیم. اینم که سی اس اس استایلشه و اینم ویجت تکسشه. اینم کاستوم یو آر ال، مثلا اگر بخوای اونجا یه چیزی رو خودت بذاری مثلا اضافه کن. بعد نبود خدا خوشم اومده، سیف کنیم، اینجا رو آپدیت کنیم. خب از تو قسمت پیج ها رفت دیگه، نیست. اما تو قسمت پست ها احتمالا باشه که بله هست. ببین پرینت میشه کرد، ایمیل میشه کرد، فیسبوک میشه. حالا مثلا ما اگر بخوایم این خبر رو بفرستیم تو فیسبوک چی میشه؟ افو میزنیم. فیسبوک جواب نداد به این. دلیلش رو من مطمئنم به دلیل اینکه ما آنلاین نیستیم. و بعد سایتمون آنلاین شه که این کار رو بتونیم. سایت من آفلاین روی هایتس. اوکی، این از آلشیر. من در سایت خودم اگر شما تشریف ببرید میبینید که از سیستم دیگه استفاده کردم. البته این سایت با وردپرس نیست، این بغل میاد. ببینید مثلا اینو که میزنم میگه که خب چی رو میخوای بفرستی، به کی میخوای بفرستی، میفرسته. بنابراین متفاوت هست وردپرس با چیز دیگه. بعد شاید این یکی از پلاگین هایی بود که من دوست داشتم شما بگید. برگردیم به قسمت پلاگین ها و قسمت افزودن. پلاگین دیگه رو میخوام معرفی کنم براتون که برای صفحه ارتباط با من. و اینجا خیلی دیگه ساده است. حالا کی میخواد ایمیل من اینجا کپی پیست کنه برام ایمیل بزنه یا اسکایپ؟ میام یک کانتکت فرم درست کنیم تو این مایه ها. ببینید اینجا مثلا بیایید تو سایت من، میتونید اسمتون رو بنویسید، ایمیلتون رو بنویسید، پیامتون رو بذارید، اینو بزنید، این برای من ارسال میشه. من میخوام همینو توی این سایت وردپرسیمون، یعنی اینجا در صفحه ارتباط با ما درست کنم. کاری که میکنم میام در این قسمت، ما یه پلاگین دیگه داریم به نام گرینیون، اینو میذارم اینجا که برام پیداش کنم. قربونش بشم. Gradient contact form باید باشه. خب 110 نفر، 48 نفر، یه دونه خوبش انتخاب کنیم. همون 110 رو انتخاب کنیم، موافق این همه. اینم بدم نمیاد، خیلی آیکونش قشنگه، ولی همش 48 نفر هست. ولی 48 نفر هست که من آمار رو 4 روز قبل، 3 روز قبل، این یا این، این یا این، این یا این. پنجاه نفر نصب فعال داره، در حالی که 48 نفر نصب کردن. جالب، 30 تا ما اینو نصب کردیم. جزئیاتش هم میتونستیم نگاه کنیم، ببینیم چی میشه. دقت بفرمایید، همینطور داریم سایتمون رو کندتر میکنیم، حواستون باشه. چقدر هوا گرمه رفقا، واقعا یه نای شوخی برام نمونده. قبلا چقدر شوخی میکردی. وای من تا حالا تو زندگی من بعد تابستون داغ نیده بودم. خب اومد فعالش میکنیم.
فعال شد، اومد اینجا. و خیلی جالبه که در این قسمت گذاشتتش. اون یکی اینجاست جاش، این یکی اینجاست جاش، اون یکی اینجاست جاش، سیخی 6000، 6000 چگر سیخی 6000، چگر چگر زیاده کانتکت فرم اومده اینجا. و اگر برم داخلش این پنجره رو دارم و میگه که راستش من تا حالا استفادهش نکردم، برای این میخوام شروع کنم به ساختن. جلو شما اد نیو، این تماشه، شکلش چجوری باشه؟ درگ اند دراپ هم داره، میتونی بکشی. پریویو هم داره، الان پریویوش خالیه. کانتکت فور، خب فرم آپشن میگه فیلد بساز. You can use drag and drop to move the field up downward to change of the order. Okay. Editing page. Delete. Okay. Add new field. خب طبیعتاً ما یه text input لازم داریم. Text input اون چی هست؟ چقدر پیچیده است. Name، اسم و فامیلی تو بده. درست شد؟ این تا اینجا سیف. ببین اینجا داره میسازه برام. بعدم نیست، خوشگله. اسم و فامیل اینجا. تلفن از فامیل تلفن. دیگه چی بهمون بده؟ آدرس نمیخوایم، ایمیل. ببین اسم تلفن، ایمیل، بعد چی؟ توضیحات. text area ناش. خیلی اینا اومد و یه دکمه هم باید بذاریم. دکمه چیه؟ at bottom باید باشه همچه چیزی. آه اینجا هست، submit میکنیم، یعنی میفرست. خیلی خوب، این همون دکمه. پریویو بگیریم چه شکلیه؟ هیچ شکل خاصی. اینجا باید سیو کنیم. چی گفته؟ From the editor's page. اوکی. ادیت میکنیم. این هم نه. فیلدها رو گذاشت. اوکی. هر کدوم اینا رو انتخاب کنیم میتونیم ادیت کنیم. اینو میذاریم اینجا. ادیت. اینو با عزتون فارسی میکنم. میشه ادیت. Before at the end. ادیت لیبل. نام اینجا داریم first. نام اینجا داریم، نام خانوادگی، این هم دو نقطه.
ببین نام اینجا نام کوچک داریم تو فارسی. من اینو میزنم اینجا رو انتخاب میکنم، میزنم تلفن همراه، اینجا رو انتخاب میکنم کد منطقه، اینجا رو انتخاب میکنم شماره تلفن. حالا اینجا دو نقطه نمیخواد، این یکی هم نمیخواد. خب این ایمیل بمونه اینجا. اینجا رو میکنیم پیام. بسیار قیافش مشخص، فقط اونجور پریویو نشون نمیدیم. سم بلک داره، بزنیم رو بلو نشون بده. چه پیج هم نیم فرم لیاوت هم که هیچی، اینو سیف که میخوام بکنم. فرم تایتل فیلد از ریکوایرد. اوکی فرم تایتل رو گفتم، فرام تایتل ببخشید، فرام تایتل هست ارتباط، از انگلیسی بدیم کانتکت، سیو میکنیم. خیلی فکر میکنم این آخری مال منه. بعد این آخر یه فرم چی دارم؟ کانتکت دارم، انتخابش میکنم. انتخابش که کردم اینجا میتونم چیکار کنم؟ ببینم ادیتش کنم. خیر اینم قیافش، میخوام اینو ببرم کجا بذارم؟ اینو میخوام ببرم بذارم توی صفحه کانتکت. اجازه بدید ببینم در برگه هام چنین اجازه ای به این میده، چون من تا حالا نصب نکردم گیج میزنم. بعد همینجا هست، اینجا یه دکمه گذاشته insert contact form، اینو میزنم، میگه کدوم یکیه. من اینجا یه contact ساختم، اونجا سیف کردم insert. این میاد، این قبلی ها میرم پایین. فعلا من اینجا رو بروز رسانی میکنم، اینجا رو F5 دارینم چی نشون. بله ببینید اومده چی، یعنی من دیگه از بعد کسی بیاد تو ارتباط با من میتونه اینجا رو به این شکل داشته باشه. حالا اینکه این بره این و خوشگل باشه، شما باید تو همون قسمت contact form، اینجا قسمت کانتکت، اینجا باید بیاید مدیریت. مثلا اگر این تو فارسی این نوشته بره اون طرف درست میشه. حالا برای اینکه این اتفاق بیفته باید بیاید تو ادیت بیای بازی کنی با راستچین چپچینش، لفت و تاپ بودن و اینا شدنیه. اونطور من نمیخوام الان وقت بذارم روی اینا. به خاطر چی؟ ببینید دوستان، در داستان خب اینم تموم شد دیگه، راضی شدی میتونی اینا رو پاک کنی، میتونی بعضیشو بذاری بمونه بعضیشو پاک کنی، به خودتون رفت دیگه. اینجا کسی اسم و فامیل بزنه و اینا، باید برای شما ایمیل بشه. البته ما امروز ایمیل روش ندادی، اجازه بدید. نه من باید اینجا به این ایمیل بدم، اینی که من ادیت میکنم. حدس میزنم در مورد این دکمه سابمیت من اجازه بدید که ببینم چطور میتونم ادیت کنم. اینم که CSSشه،
این کاری نداری، فرم خفنیه آه. یعنی ادیت، ببین این سابمیت باتن، سابمیت فانکشن، دیسپلی ریسیت، ریسیت رو نمیخوام، ریسیت پاک، کلاس نیم، این سابمیت کجا میفرزه؟ ادیشنال اتریبیوت، نه حالا ممکنه میدونی چی دارم فکر میکنم؟ دارم فکر میکنم ما چیزای دیگه هم لازم داریم، یعنی اینجا یه فیل دیگه هم لازم. ببینم این باتن ها single choice time file upload page break paypal button آه اینم بد نیست، اینم بذاریم، بذار اینم اضافه، اینم اضافه میکنیم. اون تو من این submit رو پاک میکنم. این چی کار میکنه؟ این از ایناست که verification کد میگیره. خب اگر این کد رو داد بعد چی بشه؟ فایل آپلود هم میذاریم، این خوبه آه. باید آنلاین بشیم تا آخر باتون رو من پاهم درست کنم، ریسیت حالا هیچی، ولی اینجا میذاریم ارسال کاستوم دیگه باید باشه، درسته؟ ریسیبل ارسال احتمالا این میدونی چیکار میکنه؟ اینجا ارسال فهمیدم، این به همون ایمیلی که خودش از ما میشناسه اینجا میفرسته، به این ایمیل که چیز خجالبی هم نیست، خیلی هم من حال نمی کنم. خب من اگر اینجا اینو دارم اینجا ببینم درست میشه؟ نه هنوز، اینجا رو سیو می کنم. این word verification رو هم من اینجا می نویسم که لطفاً متن مقابل را وارد کنید، این هم اینجوری می ذارم که فارسی بشه افراد ببینن. دکمه ارسال که می زنیم باید این دکمه برای من مطلب رو بفرسته. من الان گیج میزنم، بک اند کار نمیکنه. چجوری مطلب میزنم؟ کلاس نیمش چیه؟ پس فرم مالی نبود، فرم آپشن اونم اینه. ایمیل آپشن، آها ایمیل از کجا بشه به کجا، درست شد، پیدا کردم. ببین چیکار کردم، نگاه کنید اینو دارم دیگه، باید اینجا فرم آپشن رو بزنم، بیا اینجا تنظیم کنم. این که جنرالشه، نوشته که کیا بتونن به این فرم
دستی داشته باشم که دست نزنید. بیاد اینجا ایمیل. اینجا جالبه، میگه این ایمیل به کی ارسال شد. خب همه ایمیل ها بیاد به من. سعید طوفانی است جیمیل. میخوام که مثلا یا به منیجر سایت دیگه، منیجر @سایت مثلا هر چیزی .com ایمیل ها ارسال شد. ایمیل از کجا بیاد؟ از کدوم ایمیل بیاد؟ از چه ایمیلی میگه برات بفرستم مثلا ایمیل ها؟ میگم هیچ. from nameشم خالی میذارم ببینم قبول میکنه. اینجا میتونه ریپلای کنه، میگه دیگه بفرسته cc bc subject. subjectش هم میذاریم contact form میذارم ارسال از قسمت تماس ها. اینجوری وقتی ایمیل دریافت میکنید راحت تره. attach هم attach فلانه خیلی نداریم دیگه. اینجا میتونید ریپلای درست کنید. چه جالب، اینجا میتونید ایمیل درست کنید ریپلای. هر کی بهتون ایمیل زد سایت اتوماتیک بهش جواب بده. اینجا در این میشه. اوکی این هم از این سیف میکنیم. اینجا پنج میزنیم. اوکی وقتی شما اینجا ارسال رو بزنید که بخواد ارسال بشه، این میگه لطفا متن اینجا رو بزنید. شما باید این متن رو بزنید و اینو که میزنید ایمیل میشه بهتون. کجا؟ فرم آپشن دارید، ارسال میشه به قسمت اینجا که الان توضیح میده که خب این ایمیل واقعی نیست و نمیتونه بفرسته. پاکش میده. البته میدونید تو قسمت پیتزا فروشی هم سایتش درس دادم، یه نسخه از ایمیل ها همیشه توی دیتابیس براتون ذخیره میشه. خب اینم یه پلاگین دیگه، نسبتا پیچیده بود ولی خب خیلی کامل بود. این ایمیل گیرنده این صفحه خواهد بود. این هم سابجکت که شما بین ایمیل ها ایمیل هایی که دریافت میکنید پیدا کنید که چه کسانی از این قسمت سایت براتون ایمیل زدن. این هم از about us. شما میدونید این قسمت اضافه رو هم پاک کنید. ضمناً چون این بغل خیلی ویجت باز کرد این صفحه بلنده، کاهش نمیشه کرد، قالبش اینجوریه، ولی میتونید چیزای دیگه بذارید اینجا صفحه پر شه. اینا اگه بخواید باکسش بزرگتر شه میتونید در همون قسمت در واقع تنظیمات اینا وارد بشید و سایزهای اینا رو به راحتی تنظیم کنید. سایزهای اینا اینجاست، لیبل سایزشون مثلا همش اینجا تعیین میشه و پلاگین با پلاگین هم فرق داره، بستگی به خودتون داره. خب اینم از یک پلاگین دیگه که ما اینجا آموزشیم. حالا اگر بخوایم پلاگین رو پاک کنیم بچه‌ها، اگه پاک کنید اینجا از بین میره یا نمیره؟ اینجا از بین میره. و برای اینکه این پلاگین از بین پاکش کنید باید بیاید اینجا غیر فعالش کنید و پاکش کنید. پاکش که بکنید بله این پرونده رو پاک کن، نه پاک نکن. حالا من میگم پاک نکن. نکته اینه که بعدن که سایت رو خواستیم بذاریم روی اینترنت باید دقیقا بریم در نسخه اینترنتی وردپرس هم پلاگین رو نصب کنیم، هر پلاگین رو. اگر بخوایم این کار رو نکنیم باید از روش دیتابیسی استفاده کنیم که خیلی خیلی سواد برنامه نویسی میخواد، ضمن خطرناکه، ممکنه دست به جای دیگه از دیتابیس هم بخوره. من اصلا قصد ندارم سایت با روش برنامه نویسی یاد بدم. اینه که ما بعدا در جلسه آخر تقریبا دقیقا روی اینترنت وردپرس رو نصب میکنیم روی هاست شما و بعد پلاگین ها رو هم نصب میکنیم. اینم از این.